شما بفهمید که بالاخره بر اساس بسیاری از روایت‌ها و تحلیل‌هایی که وجود داره یک آشفتگی فرهنگی، یک فقر فرهنگی خیلی بزرگ در درون جامعه ایران به وجود اومده. این نظام ایدئولوژیک چه تأثیری داشته در بروز این اتفاق؟ ببینید، همین که در حقیقت حکومت خواسته محدود بکنه هویت‌های دیگر را، گرایش‌های دیگه فرهنگی را، تولیدات دیگه فرهنگی را و یه نوع در واقع فرهنگ ها، یه نوع پیام و گفتمان از بالا به جامعه تحمیل بکنه. نمونهش مدرسه و دانشگاه هستن، به خصوص مدارس که یه گفتمان بسته آمرانه از بالا تحمیل میشه به مدارس و در حقیقت تلاش میشه که به تدریج بقیه جریانات و گرایش های فرهنگی که در واقع در جامعه وجود داره اونا حذف بشن. نتیجه این هم حذف فیزیکی افراد یک نماینده و سخنگوی اون فرهنگ ها هستن، هم حفظ گفتمانی این هاست و محدود کردن اینها. حکومت در اول انقلاب مدعی بود که برای همه مسائل جامعه راه حل داره، این انقلاب فرهنگیه و گویا این فرهنگ برتر رو میخواد در ایران در واقع تبدیل بکنه به یک در واقع جامعه، اینا ببره در یک جامعه که از اون جامعه نمونه و امولغرای اسلامی بسازه که از نظر معنویت و اخلاق در دنیا سرآمد باشه. ولی از اونجایی که چیزی در چنته نداشت این پیام و این گفتمان، نتیجه عملیش این بود که این فقر فرهنگی که در واقع سرآمدان حکومت داشتن، گرایش هایی که سلطه پیدا کرده بودن داشتن، این فقر فرهنگی به جامعه ایران تحمیل شد. بسیاری از سرآمدان و نخبگان فرهنگی ایران تبعید شدن یا صداشون خاموش شد. در نتیجه ما وارد جنگ فرهنگی نابرابری شدیم که از در یه طرف یه نیرویی که دولت رو در دست داشت همه در واقع امکانات رو داشت و در طرف مقابل جامعه مدنی، نویسندگان، شاعران، روشنفکران، همه تولید کنندگان فرهنگ بودن که با انواع محدودیت در حقیقت روبرو بودن و بنابراین ما با اون نمیتونستیم شکوفایی فرهنگی داشته باشیم، نمیتونستیم توسعه فرهنگی به اون صورت داشته باشیم و فقری که امروز بهش دچار شدیم برمیگرده به این تلاش آمرانه و از بالای حکومت برای محدود کردن بقیه فرهنگا و جا انداختن فرهنگی که با دنیای امروز و با فضای امروز و با زمانه در واقع بیگانه و بسیار دور هست.